ساتراپی ها یا همان ایالات مختلف امپراتوری که داریوش بنیاد گذاشته بود در اینجا گرده هم می آمدند. آنان با خود هدایا و پیشش های گوناگونی داشتند، همچون انواع زیورالات ارزشمند، جام هایی از سنگ لاجورد یا طلا و حیوانات گوناگون. از یونانی ها و مصری ها گرفته تا بابلی ها و هندی ها همه حضور داشتند. هر کسی اجازه میافته از این پلکان ورودی به طرف صفه بیاد کاملا مات و مبهوت میشد. اون در حالی که یک دشت سبز و خرم و پشت سر گذاشته بود به صفه عظیمی که بیش از 14 متر از سطح زمین ارتفاع داره وارد میشد. صفه خارق‌العاده مملو از کاخهای متعدد و زیبا. ما الان در کاخ سهستون هستیم که خشایارشاه شروع کرد و اردشیر پسرش به پایان بود. این یکی از باشکوه‌ترین کاخهای تخت جمشید، 100 تا ستون داشته، 10 ردیف در 10 ردیف. هر کسی که از پله های آپادانا بالا می اومد بسیار تحت تأثیر عظمت و زیبایی اون را گرفت. در اینجا با ستون هایی که هر کدوم 20 متر ارتفاع داشتن روبرو می شد، قلبش تندتر و تندتر می زد. بعد با گذر از میان درهای عظیم چوبی که با ورقه‌های نقشدار طلا و نقره مزین شده و هر کدوم 18 متر طول داشتن وارد تالار اصلی شد. در درون کاخ اون الان شاهد فضای افسانه‌ای و باشکوهه. فرش‌های رنگ و رنگ سراسر تالار پوشانده، تزئینات دیوارها به ابهت کاخ افزوده. در بالا سقف عظیمی رو میبینه که به سبکی زیبا رنگامیزی و تزئین شده و بخره در انتهای تالار اون میتونه پادشاه رو ببینه که بر روی اورنگ شاهی نشسته در حالی که مراسم بار آب شروع شده. به راستی که صحنه پرشکوهی بود. نمایندگان سراسر قلمرو به امپراتوری از این پله ها عبور می کردند، به کاخ با عظمتی گام گذاشتند تا تحفه ها و هدایای خود را با احترام تقدیم پادشاه کنند. هر هیئت را نجیب زاده پارسی یا مادی هدایت می کرد. سپس ایشان به حضور پادشاه معرفی می شدند تا هدایای خود را پیشکش کنند و بعد جشن نوروز و مراسم سال نو آغاز می شد که آن را با نمادی از درآویختن شیر با گاو نمایش می دهند. یعنی که سال کهنه را سال نو به پایان رسانده است. چون این بود تخت جمشید. پیشا پیش بذارید خدمتتون عرض بکنم که تخت جمشید همجوری مقدمتاً و بدون اینکه وارد عرضه دلایل و استنادات بشم، تخت جمشید یک مجموعه نیمه تمامی است که هیچ قسمتیش حد اکثر بیش از 30% کار اجراییش پیش نرفته. اما من میخوام اینو بگم که گرچه مساحت این مجموعه خیلی زیاده و بیش از 130,000 متر مربعه، اما اگر تمام این 9 پنل کار ساختمانی که در این مجموعه به طور همزمان پیش میرفته تمامم شده بود، یعنی به مرحله انتهایی هم رسیده بود و تمام سرمایه گذاری و نقشه هایی که قرار بوده روش انجام شده بود، باز هم به نسبت آثار معماری که در جهان باقی مانده از دوران خیلی کهن‌تر از تخت جمشید یک مجموعه بسیار حقیره و قابل اعتنا نیست. مثلا وقتی اینو بخوایم با آثاری که در مصر وجود داره بسنجیم، اصلا به هیچ وجه ارزش گذاری معماری روش ممکن نیست، برای اینکه این حتی با یک ستون معابد مصر هم قابل سنجش نیست، یا با اهرام مصر که اصلا نمیشه به هیچ نحو برابری، یا حتی نمیتونی اینا رو با هم سنجید، یا مثلا فرض کنید با ابوالهول در مصر هیچ اسفنکس رو در جهان نمیشه سنجید، چه برسه اون چهار تا اسفنکس نیمه کاره‌ای که در تخت جمشید هست. به همین ترتیب آثار معماری که در آسیای جنوب و شرقی هست حیرت انگیزه. تخت جمشید در مقابلش واقعا قابل گفتگو نیست، یا در هند یا در یونان حتی
دعوت میکنیم به این ترتیب یا به خصوص و به ویژه در بین النهرین.